قلعه مالویل نوشته روبر مرل ترجمه محمد غازی خانش کامران هماسیان قسمت بیست و نهم از جا برمیخیزم میگویم حالا وقتش از تروه برمیخیزد من به او نزدیک میشوم و باز دستمال را به چشمش میبندم همه او را تا در کوشک ورودی مشایعت میکنیم ولی از آنجا به بعد فقط من و مسونیه تا پای نرده همراهش می رویم و او را از دریچه کشوی بی... کشویی بیرون می کنیم. خوشبختانه از نظر هروه نه شیار قدیمی در طرف پرتگاه افتاده و او وقتی خم می شود و روی زانو می خزد تا به آن طرف نرده برود مجبور نیست زیاد به نهش نزدیک شود. من تفنگش را از دریچه به دستش می دهم و او وقتی قدراز می کند با حرکت بازو سلامی بلند بالا به ما می دهد و در این حال لبخندی بچگانه به روی ما می زند. با قدم بلند راه می افتد و من از سوراخ روزنه دور شدن او را تماشا می کنم. در گوشم می گوید شاید یک تفنگ از دست رفت. نگاهش می کنم و می گویم و شاید هم دو تفنگ گیرمان آمد. و مهمتران که دو جنگجو هم چون توفنگ های ما اکنون با آنچه از مقتول گرفته ایم هشتا شده است و حالا علاوه بر شش مرد کاتی و میت را هم میتوانیم مسلح کنیم. ولی نه ما به مرد بیشتر احتیاج داریم. اگر هروه و موریس موفق شوند بیش از چهارده مرد برای ویل موفق شوند بیش از چهارده مرد برای ویلمن نخواهد ماند و ما با این فرض ده مرد خواهیم داشت. و در جنگ با توفنگ تعداد بسیار مهم است. من این نکته را برای شورایی که بلافاصله فاصله پس از رفتن هروه در کوشک ورودی تشکیل میدهم تشریح می کنم. در آن حین ژاکه در آن طرف نرده مشغول کندن گویی برای مقتول است و پسو صد متران سوتر از لحه به دست در شیب جاده پنهان شده است. تا از ژاکه در ضمن کارش مواظبت کند. مسونیه هم به او سفارش کرده است که آی پسو یادت باشه خوب خودت رو پنهان کنی یعنی ببینی بیان که دیده شوی چون مسونیه کارش کارشناس ماست سرباز دلاور ماست با اینکه او کمونیست بوده تعلیمات نظامی دیده و معتقد, است که انسان بیشک خوب است کسب شناسایی کند از هر طرف میخواهد باشد و در آغاز, شر... در آغاز شورا به ما حالی می کند که تفنگ سی و شیش تفنگ معمول در ارتش فرانسه در جنگ جهانی دوم بوده است میگوید مسلما از آن به بعد بهترش را هم ساختند ولی تفنگ 36 هم بد نیست و اما راجع به بازوکا مسونیه معتقد است که این اسلحه را آمریکایی ها در 1942 برای مقابله با تانک ساختند این نوع سلاح تا 60 متر خطا نمی کند ولی خطری متوجه دیوارهای مالویل نیست چون بسیار زخیمند اگر پسو اینجا بود میگفت و با آهک هم ساخته شده اند آهک که بیش از 600 سال عمر دارد و حالا از سنگ هم سفتر شده است مسونیه در حالی که سر می میدهد و میگوید در سکان میدهد میگوید برعکس نرده محکم نیست دروازه حیات اول هم نیست و پل مترک حیات دوم نیست به هم, به هم نگاه میکنیم من تظاهر به خوشب... خوشبینی خاصی می کنم که خودم یک ذره را هم حس نمیکنم به لحنی قاطع می گویم هیچ مسئله ای در بین نیست. مسلم است که نرده فدا می شود. ولی به هر حال نرده جز یک وسیله استطار و اختار چیزی نبوده است و نقش به تخیر, نقش به تخیر خود را اجرا خواهد کرد. یعنی دشمن را وامی دارد که خرابش کند و حضور خود را آشکار نماید. برعکس من به شما پیشنهاد می کنم که در جلو دروازه کوشک ورودی دیواری از سنگ خالص به قطر یک متر و به ارتفاع سه متر برای حفاظت آن بسازید. با فاصله نسبتا دور از پل آنقدر که سواری بتواند از کنار آن بگذرد و خب در حیات که شن داریم و در سرداب هم کیسه داریم. کیسه ها را از شن پر می کنیم و جلو دیوار روی هم می چینیم. وقتی مسونی موضوع را تایید می کند من نفس راحتی میکشم و پس از توضیحات فنی که در این باره می دهد موافقت او وزن و اعتبار زیادی پیدا می کند. پیش از دست به کار شدن من باز چند کلمه ای حرف میزنم. زنم. درباره نگهبانی شب پیش. من برخلاف نظر عموم تصمیم گرفته بودم و چه خوب فکری کرده بودم. نمیخواهم آن را به رخ بکشم لاکن متذکر می شدم که امتناع رفقا در واقع یک کرکت بیانزباتانه بود. چنان که حتی شدیدتر از آن لجبازی کاتی در حینی که ضمن بازجویی از اسیر او را به نگهبانی باروی قلعه گماشتم. در اینجا باید تهدید کوچکی هم بکنم و آن اینکه از این پس این جور چیزها قابل اغماز نیست. وقتی دستوری می دهم انتظار دارم که دیگر وقتم را به چانه زدن با کل خرها تلعف نکنم. از جا برمیخیزم. جلسه که ده دقیقه هم طول نکشیده پایان یافته است. دیگر از جنگ لفظی دوران سابق بسیار به دور افتاده ایم. کاتی چیزی نگفته ولی نگاه عجیبی به من کرده است. نگاه نفرت؟ کینو بغز؟ به هیچ وجه. شاید از آن نوع نگاه که میخواست بگوید من کل خرم. بسیار خوب. خواهی دید. اما این خواهی دید به هیچ وجه تهدید نبود. و اگر جرت داشتم میگفتم وعده بود. گور که کنده شد و کشته دفع گردید پسو را که وجودش لازم است از پاسگاه مقدم واقع بر جاده لاروک بر می دارم و کلین را به جای او میگذارم چون به هر حال نمیخواهم در گرم گرم کار در برابر یک حمله شبانه قافلگیر شوم هرچند چندان احتمال چنین حمله ای را نمی دهم. دو گروه تشکیل می دهم. یکی به فرمانده پسو که سنگ تراشیده را که به مقدار فراوان در حیات اول داریم برای ساختن دیوار به پای کار می آورند. دیگری مرکب از چهار زن و اولین که کیسه ها را از شن پر می کنند و می بندند و می آورند به کنار خندخا تا روی هم توده کنند. دو چرخ دستی شنکش هم داریم که در تمام مدت روز بیکار نمی مانند. برای اینکه وقت کمتر تلف شود و همیشه آدم در نزدیکی نرده باشد تصمیم می گیرم که تا وقتی خطر ادامه دارد همه به نوبه در آشپزخانه کوشک ورودی غذا بخوریم و غذا هم منحصر باشد به یک پشکاب گوشت سرد خوک چون لامنو و فالوینه کارهای واجبتر از آشپزی دارند پیش از اینکه پسو سنگ اول بنای دیوار را بگذارد من دو گاری را که یکی از آن خود ماست و دیگری قنیمت استخر بیرون میآورم و آنها را در نزدیکی خندقها در منطقه‌ای که گودال گودال تله نکنده ایم قرار می دهم. به این ترتیب گاری ها به هیچ وجه مانع تیراندازی نمی شوند و ضمناً از حبس کردن آنها در پشت دیواری که در کار ساختمان آن هستیم نیز جلوگیری می کنند. چون فکرم این است که آن دیوار یکی از استحکامات دائمی ما بشود به علاوه اگر فرض هم بکنیم که روزی مورد حمله دسته قرار بگیریم که بازوکا نداشته باشند دروازه بزرگ چوبی کوشک عامل دفاعی ضعیف مالویل خواهد بود چون دشمن میتواند آن را بسوزاند یا بشکند و مفید است که دست یافتن به آن را با احداث دیواری بر او ممنوع کنیم دیواری که که عبور از آن برای او بجز بجز از یک معبر تنگ و قابل دفاع با یک آتش انبوه ممکن نباشد حالا میفهمیم چرا سنگ تراشان تراشان قرون وسطا در, قط... در قطر تخت سنگ هایی که می تراشیدن خصت به خرج نمی دادن. سنگ هایی که ما به کار می بریم از خرابه های شهرک کهنه که ای نیست که در حیات اول ساخته شده بود. و بسیار هم سنگینند. بلند کردن آنها و تکیه دادنشان روی زانو و سپس ول کردنشان با یک نفس, را... نفس راحت توی چرخ دستی کار آسانی نیست. گاه می شود که دو نفر با هم سنگی را بلند کنند. کولین را از این جهت نگهبان گذاشتم که از این کار سنگین معافش کنم. اما توما با وجود هیکل ورزیدهش به نظرم عذاب می کشد. مسونی عرق می ریزد. تنها ژاکه است که با آن بازوهای گوریلی خود کاملا آسوده به نظر می رسد و تا از تخت سنگهایی را بدون زور زور زدن بلند می کند. که اگر من بودم حتما کمک او را تقاضا میکردم. و اما من در این مسابقه بور شدم و مثل همیشه در چنین موردی به جای اینکه مثل آن وقتها که سی سالم بود تصدیق کنم که خسته شده و از حال رفتم با خود میگویم که پیر شدم و در غم و اندوه فرو میروم زیاد هم طول نمی کشد چون یک دفعه یادم آید که شب پیش بسیار کم خوابیده و به قدر کافی هم ترس و ناراحتی داشتم این تصدیق اگر هم نیروی تازه‌ای به من باز ندهد خلق مرا بهتر میکند و به هر حال من هم ضمن اینکه در آن آفتاب سوزان و در آن هوای دم کرده با ناخون شکسته و دستهای دردناک و کمر خشک شده مثل آب عرق ریزم پا به پای دیگران کار میکنم در ساعت سیزده مسونیه از نگهبانی شب که با هم نوبه به گذاشته این بر می گردد و میرود تا چرتی بزند. در ساعت پانزده خوشحال از اینکه به بیزان بیست دقیقه رکورد مقاومت مسونیا را شکسته من نیز از پا می افتم و دست از کار می کشم. از این گذشته حالا دیگر پسو بیش از مقداری که لازم است سنگ در اختیار دارد و از جاکه می خواهد تا در بالا بردن دیوار به او کمک کند. من فرماندهی را به عهده مسونیه که دو ساعت بعد از چرت زدن خود برمیگردد میگذارم و به همه اعلام میکنم که من نیز میروم قدری استراحت کنم و در آن لحظه که دور میشوم میشنوم که مسونیه تما را که بسیار خسته است برای تعویز نگهبانی کولین به پاسگاه مقدم سر جاده لاراک میفرستد در اتاق خودم به زحمت حال لباس کندن را دارم با وجود خنکی دیوارهای زخیم قلعه هوا بسیار گرم است بی حس و حال با پاهای سنگین و بازوهای بیزور روی تخت خوابم میفتم و به خواب میروم بسیار ناراحت می خوابم و خوابهای پریشان می بینم نمی خواهم خوابهایم را تعریف کنم چون در زندگی واقعی به قدر کافی ترس و وحشت هست از این گذشته خوابهای من از نوع همانهایی است که همه می بینند آدمهایی دنبالت کردند که میخواهند تو را بکشند وقتی به تو میرسند تو ضربه هایی به ایشان میزنی ولی دستت زور ندارد حالا کاش فقط یک بار چنین خوابی میدیدی ولی نه باز همان خواب به سراغت میآید آنچه خسته می کند تکرار پی در پی آن است و در مورد من آنچه نفرت انگیز است این است که تعقیب کننده ببل است ببلی که دامن زنانه پوشیده و گیسوان بلند و بور او بر پشتش مواج است و کاردی هم در دست دارد. درست در آن لحظه که لبه کارد به گلوی من می رسد از خواب می پرم و چشمهایم را باز می کنم. می بینم که زنی, که زنی در اتاق من است ولی خدا را شکر که ببل نیست. کاتی است. لحظه ای طول می دهد. سر بلند می کند و در چشمانش شعله خفیف هست. به خصوص امانوئل میخواستم تو این را بدانی که کاتی هم برای خودش کسی است کاتی برخلاف آنچه تصور میکردی کل خر نیست کاتی زن است و یک زن واقعی است باری از این کنایه برادرانه بگذریم کاتی در حالی که دو زانو روی تخت خواب من نشسته به صفات اشوگرانه خود مینازد صفاتی که اکتسابی نیست و مادرزادی است ولی مگر ما مردها از جمله خود من به همان اندازه به مردی خود نمی نازیم و از این لحاظ مثل تابوس افاده نمی کنیم و فخر نمی فروشیم. از این گذشته در نفس امر این موضوع چندان هم احمقانه نیست چون در واقع در همین چند دقیقه آنقدر برای کاتی احترام, قائل شده که قبلا هرگز قائل نبودم. من نیز دریافتم که او زن است و یک زن اخلاقی است. حتی اگر تو نبود و این حس خاک بر اخلاق که دامنگیر من شده است نبود پایان خواب قیلوله آن روز را تبدیل به نخستین عمل یک عادت همیشگی می کردن، که می گفت کاتی باهوش نیست؟ که می گفت کاتی باهوش نیست؟ با صدای خفهی می گویم مهازا کاتی تو باید چنین فکری خود, خود مرا ناراحت می کند ولی در او بی تأثیر است. با لبخندی خفیف می گوید تو کاری نداشته باش به عهده خودم تو لازم نیست دخالت کنی از این همه پررویی حیرت می میگویم ولی آخه کاتی او سر کام می دهد. نه بابا ابدا او تو را خیلی دوست دارد میگویم من هم او را دوست دارم و از فکر این که چنین حرفی را در چنین لحظه ای می زنم معذبم به لحنی آمیخته به ترشرویی رو تورشویی قدیمش میگوید او میدانم تو همه کس را در مالویل دوست داشتی به جز من و با خنده در گلو بر خود مسلط می شود اما حالا دیگر تمام شد بلند می شود بعد با حالتی که گویی صاحب من شده است نگاه هم می کند انگار مرا از مغازه بزرگ مرکز بخش خریده و اینک خوشنود است که بایسته خرید خود با بسته خرید خود به خانه برمیگردد. به خانه خودش یا به خانه من چون اکنون نگاه تملکگرا گره... دو... نگاه تملکگر او به دور اتاق من می گردد به روی میز کار من درنگ می کند و بیشتر روی کاناپه زیر پنجره می ماند دو اخم کوچک نشان دهنده این دو مرحله است می گوید خوشبختانه که آخر به تو رسیدم تفلک مانوئل هیچ نمی شود گفت که تو در این لحظه خیلی راضی باشی و ناگهان چشمانش دوباره شروع به برق زدن میکنند در حالی که چشمهایش از بیحیایی میدرخشند به من نگاه میکند و میگوید تو برای اولین هنوز تصمیم نگرفته ای؟ به راستی خیال می کند به هر غلطی که دلش بخواهد بکند مجاز است. من عصبانی شدم ولی نه چرا دروغ بگویم؟ عصبانی نیستم. یا به هر حال بسیار کمتر از آن حدی است که قبلا می شدم. و این عجیب است که او مرا چنین نرم کرده است. خودش هم خوب متوجه است و اصرار می کند. جواب نمی دهی؟ انتظار داری به تو چه بگویم؟ او یک دختر سیزده ساله است. چهارده ساله. خودم شنا... شناسنامه شو دیدم. به هر حال بچه است. بازوانش را بالا می برد. بچه؟ او دیگر زن است و خوب هم میداند چه می خواهد. چه می خواهد؟ تو رو دیگه؟ و پیروزمندانه قاه قاه می می‌خندد و به تو دست پیدا خواهد کرد همچون سواران اشکانی کمان کشیده است ولی به هنگام فرار تیرش را رها کند. خود را به گردن من میاندازد و میگوید تو را مشوش میبینم امانوئل لابد با خود میگویی دیگر انضباط تمام شد آن هم با این دیوانه ولی نه از اشتباه بیرون بیا درست برعکس است خواهی دید اکنون دیگر چش بر حکم و گوش و چش بر حکم و گوش بر فرمانم یک سرباز کوچولوی واقعی خب دیگه من رفتم دختره آتیش است در با صدای ترق به هم میخورد من گیج و ویج و شرمسار و خوشحالم یک چیز مسلم است لاقل یک ساعت از فکر ویلمن غافل ماندم و اینک باز بادی به قبقبم افتاده و سرشار از اعتماد به نفس و خوشبینی هستم مردانی که در کارگاه مشغولند از من به همان گرمی معمول استقبال میکنند ولی زنان نه زنها فهمیدند و خدا میداند شاید همگمان برده هم گمان بردهاند که من عمدن تو ما را به نگهبانی به پاسگاه سر جاده فرستادم و حال که من در این کار هیچ دخالتی نداشتم مسونیه او را به نگهبانی گماشته است نخستین نگاهی که بان آن برخورد میکنم نگاه اولین است با اینکه چشمان او آبی است نگاهش سیاه است سپس فالوینه که مشتعل است و به همدست و همدست بقیه لامنو سر تکان میدهد و با خود چیزهای ناخوشایندی میگوید که بدبختانه نمیگذارم بشنوم تا ما با اولین هم بشنود تنها نگاهی که با آن برخورد نمی کنم نگاه میت است و از این قیبت ناراحت می شبن. کاتی سر یک کیسه پلاستیکی را گرفته و میت دارد با خاکنداز در آن شن می ریزد. کاتی سر کیسه را با حالتی حاکی از پیروزی و لاغیدی گرفته و حال که میت مثل یک کنیز کار میکند کنیزی لال و بلک کور چون من از دو قدمی او رد میشوم بیان که او سر بلند کند و مثل همیشه لبخند نمکینی به روی من بزند کاتی با بی شرمی و بی تکلفی میپرسد خوب خابیدی امانوئل و عمدن این سوال را میکند دلم میخواست خوش به او جواب بدهم دلم میخواست به او نشان بدهم که حق ندارد جلوی دیگران پوز بدهد. دلم میخواست این نکته را نیز متذکر شوم که من لاقل تا حدی همچنان خواهرش را بر او ترجیح میدهم. اما چشم کاتی با یادوری های مداوم خود مرا عذاب میدهد. و این یادوری ها بیش از حد در من اثر میبخشند. سر برمیگردانم و ناشیانه میگویم سلام به هر دوی شما. کاتی میخندد و میت تکان نمیخوند. تفلک لال بود و کور و حالا کر هم شده و من در خود به حدی احساس تقصیر میکنم که انگار به او خیانت کردم. گویی ارج تازه که به من که من به خواهر او میگذارم از خود از خود او گرفتم. از دروازه کوشک ورودی عبور میکنم و بعد با مردها روبرو می شدم. آنجا دنیای بیریاتر است. کار می کنند و فقط به نفس, به نفس کار می اندیشند. آنها جز به هدف به چیزی فکر نمی کنند. به همهشان که سخت سرگرم کار خیشند با حق شناسی نگاه می کنند. کارشان به مرحله نهایی رسیده و بیش از آن چه باید با طول و تفصیل و کوشش انجام گرفته. دیوار سه متر بلندی دارد و اینک در کار ساختن یک متر آخر آن هستند. یعنی دو نردبان به هم بسته و به دیوار تکیه دادن و پسو و جاکه هر کدام تخت سنگی بر شانه پهن خود میگیرند و از هر یک از پله های نردبان تا نوک دیوار بالا میبرند تنها پسو و ژاکه میتوانند چنین کار مشکلی را انجام بدهند کلین نوبه نوبه, نوبه به نوبه به هر یک از دو پهلوان ما کمک می کنند تا تخت سنگ را از زمین بردارند و بر دوش آن یکی بگذارند اما مسونیه که در این کار ظاهرا توش و توان کلین را ندارد بیکار مانده است چون اکنون به قدر کافی سنگ در پای کار ریخته که دیوار را با آن تمام کنند به او پیشنهاد کنم که با هم برویم و به صورت گشتی, دور، گشتی دوری بزنیم میپذیرد ولی من قبلا میروم و از لامنو میخواهم که یکی دو متر نخ درگره به من بدهد نخ قرقره به ما بدهد چشم گدرفتش را که هنوز سرشار از ملامت است میگرداند و میگوید من نخ کم دارم و اگر تمام شد تو از کجا میتوانی برای من نخ پیدا کنی ببین منو من فقط یکی دو متر نخ میخواهم و برای تفریح و بازی هم نیست قرقروتر از همیشه به طرف آشپزخانه کوشک ورودی به راه میافتد و من هم بی احتیاطانه از پی او میروم چون همین که به آنجا می رسیم و از گوشرس دیگران دور می شویم علاوه بر نخ سیاه که جستجوی آن پایان نمی پذیرد را هم تحویل می گیرم. بعد از کشیدن یک سلسله آهای پی در پی که همش ریایی است چون در واقع خودش را آماده لذت بردن از آزار دادن من می کند می گوید تفلک مانوئل من پس تو هیچ وقت درست نمی شوی؟ همیشه دنبال هوا و هوس خودتی درست مثل مرحوم عمویت ساموئل خجالت نمیکشی واقعا که تو چه کشیشی هستی مرا ببین که پیش تو به گناه اعتراف میکنم نمیدانم خدا یکی از ما دو نفر باید از دیگری اعتراف بگیرد مسلما تو بیش از من گناه برای اعتراف کردن داری و باز مسلما خدا نباید از تو زیاد راضی باشد خاطر جمع باش که من از این موضوع به کسی چیزی نمیگویم من معدبم و حاضا خودم خودم را میخورم جای نگرانی نیست چون حالا میتوان این آتش را خاموش کرد و میدانی که هر وقت میتوان بازان را رو روشن کرد این دختره با اینکه جوان است زبانی دارد مثل زبان عفی برحال چیزی که هست مطمئن باش که این مطلب تنها به شخص تو خاتمه پیدا نمی کند من مثل مرحوم امو گوش می دهم و سکوت می کنم. مثل امو نیز ضمن گوش دادن نقش خودم را در این کمدی محقر بازی می کنم. ابرو در هم می کشم، شان بالا می اندازم، سر تکان می دهم. و خلاصه همه علائم ظاهری نارضایی را که اصلا در خود حس نمی کنم نشان می دهم. پس از آن فهاشی که به پوجس کرد، این دومین نطق مفصل لامنو از مرگ مومو به بعد است. بار دیگر تعادل و نیرو و تهاجم را در وجود او می بینم. این اسکلت ریز هرگز چنین تند و آتشی نبوده است. و علاوه در این حال که دارد مرا لو می‌دهد، قصد محکوم کردن مرا ندارد. برعکس اگر سرد مزاج می بودم تغییرم هم می کرد. بار دوم هم حق دارم به تصویر آتش خاموش کرده که هر جا بخواهم می توانم روشنش کنم بیاندیشم. وقتی کار به تکرار مکررات می رسد وسط می افتم. چون یک نقش من،, یک نقش من هم این است که آخرین حرفم را بزنم به لحنی خشن و غذابالود می گویم بالاخره این نخ پیدا میشه همین تو پتشر نخ به وجود می آورد و معلوم نیست چطور نخ آنجا روی میز است با تمام برای من گز می کند در حالی که قرقرش به تدریج آرام تر می شود و تبدیل به زمزمه بیش از پیش نابفهوم می گرد است. از آشپزخانه بیرون می آیم و صدای وزوز او در گوشم پیچیده است. وقتی فکر می کنم که زندگی در مالویل اینقدر عادی می گذرد و حالان که ما هر لحظه به نابودی تهدید می شویم تعجب می کنم. پسو در حالی که تخت سنگ بزرگی را به سهولتی که من یک آجر را از دست به دست می کنم به کار می گیرد از بالای نردوانش خطاب به من میگوید میدونی من چی فکر میکنم؟ کیسه ها را باید طوری روی هم چید که دیوار پیدا نباشد تا ویلمن خیال کند فقط با شن سر و کار دارد و دماغش بسوزد. من تایید میکنم و در غیبت خودم و مسونیه فرماندهی را به کلی می سپارم. او تا پای نرده با ما میآید که وقتی به آن طرف رفتیم در دریچه را ببندد. بیرون رفتن از قلعه خزیده و با چهار دست و پا شیوه محترمانه نیست ولی من خودم این کار را می کنم تا سرمشق بشوم و همه عادت کنند یک دسته آدم می توانند از در درواریزه که باز بشود در یک چشم هم زدن به درون بریزند ولی نه از این سوراخ هم زمین که به قسمت پایین کشوی آن فراموش کرده بودیم به که ب... فر... قسمت پایین آ... کشوی آن یک تیغه تیز داس هم نصب است ابتدا لاه راروک را در پیش میگیریم و ما مثل اینکه کاملا هوشیار و در استطاره است چون یک جمله کوتاه از او میشنویم که میگوید به کجا میروید بیان که تشخیص بدهیم کجا پنهان شده آخر در حالی که با بالاتنه لخت و قیافه دقیق و آرام خود بیش از همیشه به یک مجسمه یونانی میماند می ظاهر می شود. میریم راه میان میانبر جنگلی را شناسایی کنیم در برگشتن اگر خواستی من عوضت میکنم تو ما میگوید آه این که کاری نیست دراز کشیدم و نگاه میکنم این کار کمتر از آنچه تو الان کردی خسته کننده است سرخ میشوم و احساس میکنم که زنده زنده در پوست یک خائن روخته شدهام میگویم به من باید با تو حرف بزنم من این تصمیم را بیان که در باره آن فکر کرده باشم گرفتم ولی از آن خوشحالم خواهم کاتی را سپر بلای خود کنم خواهم اگر ضربتی در کار باشد اول کسی باشم که آن را تحمل میکنم با دست اشاره با دست اشاره کوچکی به تما میکنم و در حالی که مسونیه در طرف چپ من است به راه خود ادامه میدهم اگر تنه اکثر درختان سوخته و بیبرگه است برعکس گیاهان درون جنگل از وفور باران و آفتاب پی, در پی این دو ماه مثل مناطق استوایی کمال استفاده را کردند. من این انبوهی را در نباتات از لحاظ بلندی و پهنا و مقدار به عمر خود ندیدم. سر را هایی رو که سه متر قد کشیدن و تنهشان به کلفتی بازوهای من است. خاربون را میبینم مثل دیوار، نسترنهای وحشی که از حالا درخت شدند. و جوانه از ریشه بیرون زده شاه بلوت و نارون که بوته های انبوهی بلندتر از سر من ساختند. ابتدای راه میانبر جنگلی که به لاروک در این فصل از جاده پیدا نیست ولی من از مدت پیش نشانه هایی گذاشتم که آنها را بدون زحمت پیدا میکنم قبل از واقعه اغلب از این کوره راه برای تمرین دادن به اسب های خود استفاده کردم چون خاکبرگ سیاه رنگی دارد که برای سم اسبها بسیار نرم و راحت است و با تناسب خوبی دارای فراز و نشیب ها و قسمت های صاف است. حتی هر سال با آنکه جنگل به من تعلق ندارد با بریدن خارمون ها و شاخ و برگ های مزاحم از آن نگهداری کردم. این احتیاط را هم کردم که در لارا هرگز درباره آن با کسی حرف نزنم. از ترس اینکه مبادا آقایان لورمیو هوس کنند با اسب خود در آن به گردش بپردازند به و بالاخره در این اواخر هم فضای آن را از تنه های سوخته و سیاه شده ای که همه جا ریخته بود پاک کردند همانها که وقتی من به اتفاق کلین به لاراک رفته بودم تا خبر عروسی کاتی را به فولبر بدهم در بازگشت آن همه مزاحمت در بازگشت آن همه مزاحمت برای من ایجاد کرده بودند به گمانم تنها حیواناتی که در زیر زمین زندگی می کنند بعد از روز واقع زنده ماندن لیکن به جز کلاق خودمان که از تیراندازی امروز صبح به بعد دیگر او را ندیدم هیچ پرنده وجود ندارد و این خود آزمایش چندشاوری است که انسان در جنگلی گردش کند و کمترین نقمه ای از پرنده ای نشنود و هیچ حشره ای نبیند و صدایی از آنها به گوش نرسد من جلوتر راه می و در اندک اثری بر خاک نرم دقیق می شود. ولی چیزی بینم. هم نمی بینم. گمان هم نمیکنم که کسی از بازماندگان لاروک این کول راه را شناخته و آن را به ویلمن نشان داده باشد. چون کشاورزان لاروک همه متعلق به دست دشت های حاصل خیزن و هرگز چکمه های خود یا لاستیک تراکتورهای های خود را به تپه های مالجاک نمی این کوره راه حتی بر نقشه های ستاد ارتش نیست که قدیمی ترن وجود ندارد چون خودش نسبتاً تازه است و جنگلبانی با جنگل آن را احتاس کرده که از این جنگل چوب می برده است. بنابراین این احتمال بسیار ضعیف است که ویلمن هرگز در آن پا بگذارد. لیکن من مقیدم که از این موضوع مطمئن شوم و این است که پس از یک ساعت راهپیمایی در آن سکوت سنگین جنگل آهسته مطلب را به مسونیه تشریح می کنه. من هیچ چیز مشکوکی ندیدم. نه جای پا، نه گیاهی که لگت خورده باشد و نه شاخهی که شکسته باشد. آنچه از این حال هم دیدم, دیدم که پژمرده شده بود اسبهای من و کلین در بازگشت از لاروک شکسته بودند. در بازگشت پشت سر خود چند نشانه به جا می گذارم تا وقتی بار دیگر از این کور راه میگذریم مطمئن شوم که کسی از آن نگذشته است برای این کار سر دو شاخه باریک را از دو کناره راه و تا ارتفاع کمر خود به سوی هم خم می کنم و آنها را با نخ سیاه به هم میبندم این خود مانعی است که قاعدتا باید در برابر باد مقاومت کند ولی اگر آدمی زادی به سرعت بان با بر بخورد آن را خواهد گسست بیان که متوجه شود وقتی هم از حسن تصادف خاری پیدا کنم از نخ میگذارم و از خواص چسبندگی دست و پاگیر خار استفاده می کنم. یعنی آن را تا سر کوره راه می کشم و به نازکترین شاخه بند می کنم. این کار به یکی از بازی های دوران گروه میماند تنها فرقش این است که این بار با داو بازی جان ماست. لیکن من و مسونیا هیچ کدام دل این را نداریم که چنین نکته ای را به هم بگوییم. برعکس هر دو موافقیم که به مسائل مبتلا به روز بیاندیشیم. پس از دو ساعت راهپیمایی روی چند بوته علف می تا نفس تازه کنیم. در وضعی مشرف به جاده که, لا... که, راه لاروک را زیر نظر داریم. برعکس اگر کسی از جاده لاروک بگذرد نمی ما را ببیند. حتی اگر در پستی و بلندی های درون جنگل سواره راه برویم. این شعار مسونی است که ببین و دیده نشو. میگوید گمان می کنم از این مخمسه نجات پیدا خواهیم کرد. به جز اینکه تند حرف میزند و صورت باریکش بر اثر انقباز دراستر از معمول می نماید چندان آرام است که آرامتر از آن ممکن نیست. چون با اشاره سر, ه... سر هر چون با اشاره سر حرف او را تایید می کنم و خود حرفی نمیزنم او باز میگوید سعی میکنم پیش آمدها را پیش خود مجسم کنم ویلمن با بازوکای خود میآید با یک گلوله نرده را خراب میکند و از آن عبور میکند در جلوی خود کیسه های شن را میبیند و به خیالش دروازه قلعه پشت این کیسه هاست و شروع میکند به تیراندازی یک گلوله دو گلوله میاندازد میبیند نتیجه ندارد ده هم که بیشتر نارنجک ندارد مسلم است که همه را نمی اندازد. آن وقت ناچار دستور عقب نشینی می دهد. من سر تکان می دهم و می گویم از قضا من فقط از همین می ترسم. می فهمی؟ چون اگر او در برود ما نمی توانیم بگوییم که نجات پرده پیدا کرده ایم. برعکس ویلمن رند کهنکاری است. همین که ببیند به مانعی برخورده است به بر برخواهد گشت و ما با و با ما به جنگی فرسایشی خواهد پرداخت تو هم با کمین کردن ها و شبیه خون زدن ها مسونیه میگوید ما هم میتوانیم دست به عملیات متقابل بزنیم ما زمین را خوب میشناسیم او هم به زودی زمین ها را خواهد شناخت و حتی چندان طول نمیکشد که این کوره راه را هم کشف خواهد کرد نه مسونیه اگر جنگی از این نوع به ما تحمیل شود هیچ بعید نیست که ما شکست بخوریم. ویلمن بیش از ما آدم در اختیار دارد و بهتر از ما مسلح است. بیشتر توفنگ های قرازه ما از چهل متر دورتر نمیزنند ولی توفنگ های سی و شیش او از چهارصد متری آدم را می مسونی میگوید حتی دورتر. و چون من سکوت می کنم و او باز میگوید پس تو چه پیشنهادی داری؟ فعلا هیچ. فکرش را میکنم. وقتی بار دیگر به سر جاده لاروک برمیگردیم آفتاب در کار غروب است نور آن راست توی چشم میزند و طلایی رنگ است صدا میزنم توما توما بازوی خود را بلند میکند و میگوید من اینجا هستم و تنها با این حرکات استطار خود را بر دامنه پشته که مشرف است به جاده به من نشان میدهد هوا آرام است ولی من در آن لحظه که به اشاره خفیفی از مسونیه خداحافظی میکنم و او به طرف مال می روید و خودم به طرف توما پیش میروم به راستی آرام نیستم. توما در استطار کامل است. در حالی که صد متر جاده جلوی خود را می بیند و تفنگش را روی دو سنگ صاف که روی آنها را با خاک پوشانده از گذاشته است در کنار او دراز میکشم و میگوید. گوید جنگ هم چیز کثیفی است. من شما را از دور دیدم و حتی تفنگم را هم به روی شما نشانه گرفتم به طوری که می توانستم هر دو تان را مثل گل بیاندازم متشکرم که ما را به گل تشبیه کردی من اگر خرافاتی بودم این حرف را برای نوع مذاکره که در پیش داشتیم به فعال نیک نمی گرفتم توما من باید با تو حرف بزنم او که ناراحتی مرا حس کرده است میگوید خب حرف بزن من همه قضایی را به او میگویم یا نه همه را نمیگویم چون نمیخواهم کاری بکنم که همه گناه ها را به گردن کاتی بیاندازم این عین صحبتی که من با تو ما کردم کاتی در آن وقت که من از خواب و از بیدار می شدم به اتاق من آمد احتمالا برای اینکه با من حرف بزند و بعد توما که صورت زیبا و متناسبش به طرف من برگشته است به دقت نگاه هم می کند. با آرام ترین لحن ممکن می گوید بسیار خوب پس بس میبینی که او آنقدر هم که تو خیال میکردی بد نیست تو همیشه او را دست کم میگرفتی با تعجب به نیمروخ عبوس او مینگرم سرانجام به لحنی سریح نتیجه میگیرد دیگر در این باره حرف نزنیم در کناره‌های لبش لرزشی نامحسوس هست و یقین دارم که این یعنی او بیوفایی کاتی را پیشبینی میکرده و قبلا در برابر آن خیشتن را با استدلال مسلح کرده استدلالی که از خود من وام گرفته است اینجا دیگر من آن تومای همیشگی خودم را باز می شناسم تومای درست و شریف همانجا که در کنار او دراز کشیده و مثل او چشمانم را به جاده دوخته هم هر دومان وظیفه مراقبت از آن را بر عهده داریم احساسی از یک دوستی عمیق و صمیمی نسبت به او در خود میابم. نه اینکه از چیزی پشیمان باشم نه ولی ظاهرا هیچ وجه مشترکی بین آنچه امروز بعد از ظهر به سرم آمده و هیجانی که در این لحظه در خود حس می کنم وجود ندارد. چون سکوت به نظر من زیاد طول خواهد کشید با تکیه به آرنج, آرنج, بلند می شدم و میگویم اگه بخواهی من به جای تو می مانم. تو می توانی به خانه برگردی. تو ما می گوید نه. در مالویل به تو بیش از من نیاز دارند. برو ببین دیوار طوری که میخواستی درست شده یا نه میگم بلی حق با توست ولی تو هم بعد از آن که هوا گرگو میشد به نگهبانی خود ادامه نده دیگر فایده نخواهد داشت ما برای پاسداری شب کمی گاه را داریم چه کسی در آنجا پاس خواهد داد به سو کلیم تو ما میگوید بسیار خوب شب برخواهم گشت تنها علامتی از ناراحتی که میتوان تشخیص داد این است که ما با صدای فوقالعاده عادی و به لحنی تقریبا بسیار واقع صحبت میکنیم با راحتی خاصی به نظر خودم هم تصنعی میآید با تو ما خداحافظی میکنم و دور میشوم چون در حال عادی همین کلمه خداحافظ را هم نمیگفتم ما در بین خودمان آن هم پابند آداب نیستیم قدم تند میکنم یک ضربه به, رنگ، یک ضربه به زنگ نرده میزنم و پسو میآید و دریچه روزنی را به روی من میگشاید همین که در کنار او میایستم میگوید می خب تمام شد عقیدت درباره آن چیست تو دیوار را میبینی خوب نگاه کن حتی اگر در طرف گورستان بیستی یا در طرف قله کو اصلا دیوار را نمیبینی مگر این استطار نیست تو حتی یک سنگریزه هم نمیبینی. مگر کیسه های شن را ویلمن سخت دمه خواهد شد. قدری نفس می زند. بالا لخت است با آنکه هوای غروب خنک است هنوز کمی عرق می ریزد و بازوهای کلفت و ورزیدهش نیمه خمیدند انگار دیگر نمی تواند آنها را دراز کند. متوجه دستهای سرخ رنگش می شدم که با وجود پین بستگی خراشیده شدند. صورتش برمی زند. باز می گوید بلی در یک روز این کار فقط یک روز از وقت ما را گرفت. من باور نمی کردم. راست است که سنگ ها همه تراشیده بودند و ما هم شش نفر بودیم. ولی بالاخره پنج تا بودیم و زنها هم چهار تا. به جز دو پیر زن و توما همه ساکنان مالویل آنجا هستند و دیو آره را دور دوره کردند و در روشنایی خورشیدی که در کار غروب به تحسین و تماشای آن مشغولند. کاتی از بالای یکی از نردبان ها دارد آخرین ردیف کیسه های شم را مرتب می کند و پشتش به ماست. پسو آهسته می گوید چه اندام متناسبی دارد. از خواهرش متناسب تر نیست؟ پسو می گوید محازا می گفت که توما خیلی خوشبخت است. دختر مغرور هم نیست. با همه گرم می گیرد. مهربان است. همیشه می خواهد آدم را ببوسد. گرچه من از این اخلاق بوده از زحمتم. در هوای نیمه تاریخ میبینمش که سرخ شده است باز میگوید امانوئل میخواستم به تو بگویم که اگر قرار است فردا بجنگیم و قطر کشته شدن در پیش است شاید لازم باشد امشب یک نماز اشیای ربانی با هم بخوانیم و به گناهان اعتراف کنیم من از طرف خودم و کلیم با تو حرف میزنم های گندهاش فقط قفل بزرگ دریچه را میچرخانند و باز میچرخانند فکرش را نکرده است که آن را دوباره سر جایش بگذارد میگویم فکرش را خواهم کرد ولی وقتش را ندارم صدای تیری بلند می شود من در جا خوشکم می زند. به پسو می گویم در را باز کن که بروم آنجا. این توماست. اگر اون نبود چه؟ میگویم در را باز کن. دریچه کشویی را بالا می کشد در آن لحظه که من از آن عبور می کنم به لحنی کوتاه می گویم کسی پشت سر من نیاید. تفنگ به دست می دوم. راه دور است و صد متر فاصله دارد. در سر پیچ دوم قدم کن می کنم. خب می شوم و دلا دلا در خندق پیش می روم. تو ما را در وسط جاده تشخیص می دهم که بیه حرکت ایستاده و توفنگش را زیر بغلش گرفته. پشتش به من است. شبه واضحی در پیش پای او نقش زمین شده است. تو ما رو بر گرداند. ولی حالا تقریبا شب است و من خطوط چهره او را تشخیص نمی دهم. نزدیک می شوم. آن شبه واضر که بر خاک افتاده شبه زنی است. دامن و پیراهن سفیدی با موهای بلند تشخیص می دهم. سراخ سیاهی در سینه دارد. تو ما می گوید ببلست.